حد اکثر مدت قرار بازداشت موقت یک ماه است و برای یک ماه دیگر هم تمدید می شود، در حالی که در مورد این دو روزنامه نگار هم اکنون بیش از 8 ماه است که در بازداشت موقت به سر می برند، نگهداری آنها در زندان غیر قانونی است. آنطوری که قبلا در روزنامه های ایران و به ویژه خبرگزاری های وابسته به دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی منتشر کردند، اتهامات آنها یکی همکاری با دول متخاصمه. اساسا ما با کشور آمریکا در حالت تخاصم نمی باشیم. چرا؟ چون دو کشور در حال تخاصم معرفی می شود یا شناخته می شود که بین اون دو کشور در حال حاضر جنگ باشد. ما با کشور آمریکا هرگز نه در حال جنگ به معنای مصطلح قانونی بود، اضافه این که بین ایران و آمریکا قرارداد مودتی وجود داره که مربوط به سال 1955 یعنی 3 سال بعد از کودتای 28 مرداد. اتهام دیگری که برای اونها در نظر گرفته شده اتهام اجتماع و تبعیض که در طول یک ربع قرن گذشته عده زیادی رو با این اتهام محکوم کردن، و از طرف دیگر کار این روزنامه‌نگاران یک کار حرفه‌ای بوده و اینها رفتن از مراسم دفن و تشییع جنازه شادروان مساجینا امینی در شهر سقز گزارش تهیه کردن کلمات، عبارات یا مطالب غیرقانونی وجود داشته باشه، اون مطالب غیرقانونی از مصادیق اجتماع و تبانی نیست. همونطوری که روزنامه‌نگاران دیگر و همچنین اردانان دیگر ممکن است بیان کرده باشند، چون این جرائمی اگر احتمالاً در اون گزارش ها منعکس شده باشه، از مصادیق نشر اکاذیب و جرم نشر اکاذیب برای تشویش اذهان عمومی که خود شرایط خاص دارد از صلاحیت های دادگاه انقلاب نیست. فاده امینی بازداشت 8 ماهه این دو نفر به عنوان بازداشت موقت رو قانونی نمیدونن، با آن را محکوم میکنن. معتقدن آنان چه در مصاحبه هایی که با آنها شده و چه در گزارش های خودشون منتشر کردن هیچ مسئله غیرقانونی در مسا مطرح نکردن. اودانان، همه اودانان مدعیسن میگوین این پرونده به این شکل در دادگاه به اصطلاح در بسته قانونی است و دادگاه این روزنامه‌نگاران یک دادگاه علنی با حضور روزنامه‌نگاران و همچنین تماشاچیان به ویژه گروهی از اودانان باشند. با توجه به وضعیتی که از آقای صلواتی سراغ داریم، به احتمال زیاد اون حکم سنگینی رو می‌نویسد و امضا می‌کند.